بهترین سرمایه گذاری چیه؟ این روزا خیلی از آدما نگران اینن که چطور از دارایی هاشون محافظت کنن و سرمایه گذاری موفقی داشته باشن. برای این کار بهتره در حوزه‌ای که میخواین سرمایه گذاری کنین اطلاعات کافی داشته باشین. این ویدیو رو تا آخر ببینین تا بتونین بهتر تصمیم بگیرین که کجا سرمایه گذاری کنین. همراهان صفحه 333 سلام، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. اینجا قراره کلی ویدیوهای جذاب و لاکچری ببینید و درباره موضوعات جدید کلی چیز یاد بگیرید. لطفاً اگر ویدیوهای ما براتون جذابه اونا رو لایک کنید و کانال ما رو با سابسکرایب کردن و زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون باهاتون به اشتراک گذاشته بشن. اولین نکته در سرمایه گذاری انتخاب روش سرمایه گذاریه. دستبندی های زیادی برای سرمایه گذاری مثل حساب بانکی، صندوق های سرمایه گذاری، بازار بورس، بازار طلا و ارز، بازار مسکن و غیره وجود داره. هر کس باید با توجه به شرایط و سرمایه‌ای که داره گزینه مناسب رو انتخاب کنه. در اینجا به چند مورد میپردازیم. باید توجه داشته باشید که سرمایه گذاری با پول مازاد باید انجام بشه. هیچ وقت پولی که به اون نیاز دارین و یا قرض و وام هست رو وارد بازار سرمایه نکنید. بریم سراغ سرمایه گذاری در طلا. بازار طلا بازاریه که تقریبا ریسک صفر داره. سرمایه گذاران اصولا وقتی بازار ثبات نداره دارایی های خودشون رو به طلا تبدیل میکنن تا در برابر افزایش تورم ازشون محافظت کنن. این بازار در سرتاسر جهان امن محسوب میشه. این بازار هم دغدغه های خاص خودش رو داره. انتخاب از بین طلای ساخته شده یا نشده از مشکلات سرمایه گذارانه، هرچند که بیشتر سرمایه گذاری ها بر روی طلای ساخته نشده صورت میگیره. سرمایه گذاری در ملک. در ایران بازار ملک کم ریسک محسوب میشه که مثل طلا در برابر تورم میتونه از دارایی های شما محافظت کنه، هرچند که برای ورود به این بازار به سرمایه بالایی نیاز دارید. در ایران به دلیل وجود عوامل اقتصادی و فرهنگی مسکن در وهله اول باعث حفظ و سپس باعث افزایش سرمایه میشه. یک سری ویژگی های این سرمایه گذاری عبارتند از ریسک نسبتاً پایینی داره، از ثبات سرمایه‌تون اطمینان دارین و قابلیت استفاده و درآمدزایی دارین. سرمایه گذاری در بازار ارز. این سرمایه گذاری تحت تأثیر عوامل مختلفی مثل عوامل اقتصادیه. کار کردن در این بازار شفافیت نداره و با ریسک زیادی همراهه. بر اساس اتفاقات داخلی یا جهانی این بازار دچار نوسان میشه. پس شناخت بازار و زمان مناسب برای خرید ارز مهمه. شما برای ورود به این بازار باید اطلاعات و علم کافی در این زمینه داشته باشین. هرچند کاملا با این اطلاعات نمیشه به طور دقیق حد زد و همواره با ابهام روبروه. در حالت کلی این روش سرمایه گذاری باید با وسواس و دقت بالا انتخاب بشه. و سرمایه گذاری در بانک از محبوب ترین سرمایه گذاری ها در ایران محسوب میشه. در این روش شما مبلغی رو به عنوان سپرده به بانک میسپرید و ماهانه سودی دریافت میکنید. این روش بدون ریسک محسوب میشه اما سود چندانی نداره و سود خیلی کمتری نسبت به سرمایه گذاری های شخصی که انجام میدین داره. اما مهمترین ویژگی این سرمایه گذاری تضمینی بودنشه. هرچه مدت این سرمایه گذاری ها طولانی تر باشه سوداوری بیشتری هم داره. اما اگر سرمایه گذار بخواد حساب بلند مدت خودش رو زودتر از موعد ببنده با نرخ شکست روبرو میشه. پس برای همه افراد مناسب نیست. ممنون که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید. شما به کدوم روش سرمایه گذاری کردید؟ کدوم روش رو ترجیح میدید؟ فکر میکنین کدوم روش کم ریسک تر و پرسود تر باشه؟ خوشحال میشم نظر خودتون رو در بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکش کنید و ویدیوی دیگه‌مون رو با عنوان چطور در کمترین زمان ممکن پولدار شویم حتما ببینید. فراموش نکنید کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو هم روشن کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.